سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه پروژهمون. خب توی این قسمت من میخوام یه حرکتی بزنم بچه ها. میخوام اینجا یه سری باکس کوچولو اضافه کنم. چی شد؟ میخوام یه سری باکس کوچولو اینجا اضافه کنم اینجا. خب تو هر باکس میخوام یه اطلاعاتی رو نمایش بدم. مثلا میخوام بدونم که مثلا چند تا سشن داشتم تو یک ماه گذشته به وبسایتم و نسبت به یک ماه قبلش چه تغییری داشته. پس این بالا تایتل اینو میذارم. خب بعد این زیرش تعداد سشن رو میذارم. اینجا هم نسبت تغییرش نسبت به یک ماه قبلش. مثلا فرض کنید الان من تو تیر ماه هستم، میخوام بدونم که تعداد سشن تو تیر ماه چقدر بوده نسبت به خرداد چقدر تغییر داشتم. اینو میخوام توی یه باکسشون بدم برای چند تا فاکتور مختلف. خب برای این کار میام توی اد چارت. اینجا نگاه، دو تا از اینا دارم. خب من دومی رو انتخاب میکنم، اسکور کارت وید کامپکت نامبرز. اینو انتخاب میکنم میذارمش اینجا. خب الان دیفالتش رفت رو چی بچه ها؟ نیو یوزر. خب میام اینجا این نیو یوزر رو میکنم. اولی بچه ها این کاستوم بذار اول نیو یوزر بکنم. سشن خب اصلا سشن داریم، سرچ داره دیگه. چه سرچ نمی کنم؟ سشن 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 ناش سشن. خب تعداد سشن رو انتخاب میکنم، یه ذره صبر میکنم تا این بیاد. خب بعد میگم که دیت رنج هم میخوام چی باشه؟ یک ماه گذشته باشه. میذارم رو کاستوم این لست 28 روز آخر میکنم 30 روز آخر و اپلای میکنم. خب پایینش میگه که خب من یک ماه نسبت به چی مقایسه کنم؟ گفتم نسبت به یک ماه قبلش. پس میام اینجا این پایینیه، میگم که نسبت به یک ماه قبلش، دقیقا پریویس پریود، یعنی دقیقا همون یک ماهی که من انتخاب کردم یک ماه قبلش. اینو اینجا انتخاب میکنم. این زیرش درصد میندازه بچه. خب بریم یه ذره استایلش رو عوض کنم. فونتش رو بکنم سفید یا نه مشکی. خب وسط وسط باشه. بعد دیگه بکگراندش رو بکنم سفید، به نظرم قشنگ تر میشه، با اون مشکی جذاب میشه. و یه چیز دیگه، اون درصد هم اگه بتونم رنگش رو، نه بزن درصد هم سبز باشه، که اگه زیاد شده بود سبز باشه، کم شده بود قرمز باشه مثلا. خب این از این، من 6 تا از اینا میخوام درست کنم بچه. میام چیکار میکنم؟ این چی اومده اینجا افتاده؟ اوکی کنترل سی کنترل وی 6 تا، 3 تا بغل هم بذارید. خب یه ذره کوچیک شد، یه ذره بزرگش میکنم، یه ذره بزرگش میکنم. این اوکی باشه، بازم کوچیکه، این دفعه یه دونه میارم این بر. خوبه. حالا اینو بیم بچسبونم به این، اینم برم یه دونه این بر، اینو یه زیاد کنم که همه یه اندازه بشه. خیلی هم عالی شد الان. خب حالا این ستا رو کپی میکنم بچه ها. کنترل سی کنترل وی، دکمه کنترل رو نگه دارید، ستاش رو انتخاب کنید، بعد یه دفعه کپی کنید بیارید پایین. خب حالا این 6 تا و 6 تا پارامتر مختلف رو به من نشون بدم بچه ها. خب این دومی مثلا چی رو نشون بده؟ سشن نه، نیو یوزر رو نشون بده.
خب این یه پارامتر به نام bounces اینو انتخاب میکنم. خب بعد تو پایینیش average session duration رو میخوام انتخاب کنم. این یکی رو کنیم قرمز شد چون کاهش پیدا کرده نسبت به یک ماه قبلش. پیج سشن انتخاب میکنم و ریوینیو درآمد انتخاب میکنم. خیلی خوب اینم کاهش پیدا کرده. خیلی خوب. خب استپ بعدی میخوام چیکار کنم؟ میخوام اینجا یه دونه نمودار داشته باشم. بچه‌ها اینجوری نمودار اینجوری. خب نمودار زمانی. برای یکیش میخوام تعداد سشن رو تو یک ماه گذشته مثلا نمودارش رو ببینم. اینجوری مثلا فرض کنیم. خب همچنین کنارش یه خط دیگه هم داشته باشم یک ماه قبلش مقایسه ای میخوام داشته باشم. مثلا فرض کنیم یه ماه قبلش اینجوری باشه مثلا. خب این آبیه میشه یه ماه قبلش، این میشه یه ماه آخر. میخوام یه همچین چیزی داشته باشم. میام اینجا این اولین تایم سریس رو انتخاب میکنم. خب میرم میزنمش اینجا. سایزش یه مقدار کوچیک باید بکنم که دیگه فیت بشه با بغلش و یه ضرب از اینجا بزرگش میکنم. خب چی رو میخوام داشته باشم؟ سشن رو میخوام داشته باشم. سشن خالی ناش. بعد برای دیتش بیم پایین دیفالت دیت اینجا میذارم رو کاستوم. میگم برای یه ماه قبل رو بهم بده. اپلای. برای مقایسه هم یک ماه قبل ترش دو تا نمودار بهم میده. نیا کنید. خب بک‌گراندش رو سفید کنم که ذره واضح باشه. خب بعد اینو مشکی کنم. فونت ها رو مشکی کنید بچه. لژند هم بذارید مشکی کنم. میام بالاتر. گیرید که نه خود فونتر هم باید مشکی کنم. بار درسته. اون اکسیز همون کجاست؟ محور همون. نه اینم دورشه. خب بذار ببینم چرا خود ماکس اجازه تغییرش رو نمیده. ما این میشه که بردرش هیچی، یعنی تغییرش اینجوری شد ولی این عدده زیرش رو نشون نمیده من که من ببینم. من اینکه مجبور بشم بک‌گراندش رو رنگش رو عوض کنم یه رنگ دیگه بذارم.
بذار بکگرانده بکنم یه رنگ دیگه. خب مشکی بکنمش، بعد میام لجندم که سفید بشه اینجوری. اوکی این هم میشه از این. نمیدونم چرا سفید نشد، برای خودم جالب بود. خب برای اینکه زد ترکیب رنگی اون قشنگ بشه، من بچه ها اینو مشکی میکنم که با اون همخونی داشته باشه اینجوری که چند تا رنگ نشه بهتره، و میتونم این بغلی رو هم همچنین مشکی کنم. ایزاله ترکیب رنگی به هم نریزه. اینو میکنم سفید، بکگراندو میکنم مشکی اینجوری. لیبل سفید، بکگراند مشکی. لیبل سفید، بکگراند مشکی. نظرم بدم نشد. کاش مثل ورد فرمت کپی داشت، یه بار فرمتیکش رو کپی میکردم. و اینم آخریش. ویدیو هم بی خود بی جد طولانی شد، عذرخواهی میکنم، پیش میاد از این چیزا. آره به نظرم قشنگتر هم شد اتفاقا. بریم بیان جلساتی، میخوام بریم سوال سکشن بعدی اینو درست بکنیم و یه سری چیز دیگه یاد بگیریم. فعلا خدافظ.